به نام خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های تلویزیون آرزو، خوشحال هستم که باز هم از طریق برنامه ورزشی در خدمت شما ایزان قرار دارم. دوستای عزیز، طبق معمول در هر برنامه ورزشگاه ما تاریخچه یک ورزش بر شما به معرفی میگیریم. دوستای عزیز، آلبسته تصویری در رابطه با تاریخچه ورزش MMA آماده ساختیم، با هم یک جا میبینیم. البته فراموش نکنین که در رابطه با همین ورزش یک جوان قهرمان آسیا را همچنان با خود درسی داریم، اما در آغاز با تاریخچه ورزش MMA آشنا میشیم. البته رقابت های MMA در کل شیوه جدیدی از رقابت های رزمی محسوب می شود، اما اگر به گذشته نگاه کنیم می توان رگه های از رقابت های والتودو که از سال 1920 در برزیل برگزار می شد را در MMA امروزی مشاهده کرد، و اگر خیلی به گذشته برگردیم شاید پانکریشن این نقش را بر عهده بگیرد. به طور کلی ترکیب رشته های مختلف رزمی بین سال های 1960 تا 1970 رشد پیدا کرد که نقش اصلی را در این مورد بروسلی بازی کرد، چرا که او معتقد بود یک مبارز خوب یک بوکسر، یک کاراتکار و یا یک جودوکار نیست. یک مبارز خوب کسی است که خودش را با هر سبک وقف داده و توانایی مبارزه در هر استایل را داشته باشد. این حرف بعدها توسط دانا واید به صورت عملی وارد عرصه رقابت‌های رسمی شد. دانا واید رئیس UFC و کسی است که امروز وی را به عنوان پدر MMA می‌شناسند. MMA نوین از سال 1993 با برگزاری مسابقات UFC در ایالات متحده با درخشش رویسی گریسی و دنبال آن رقابت‌های راید در سال 1997 در ژاپن کلید خورد. این رقابت ها از آن زمان تا به حال از نظر قوانین تغییرات زیادی را شاهد بوده است، با این هدف که تغییرات بتواند رقابت های MMA را به عنوان یک ورزش به جامعه معرفی کرده و گسترش دهد. مسابقات MMA همکنون در سراسر جهان کاملا شناخته شده و در ایالات متحده و ژاپن از محبوبیت شگرفی برخوردار است. دوباره خوش آمدید. شما بیننده برنامه ورزشگاه شبکه جهانی آرزو هستید. دوستای عزیز، اما ترک در آغاز برنامه گفتم جوان خیلی موفق در رسید داریم با خود، جوانی که قهرمان چندین مرتبی در آسیا هستند. خیلی خوش آمدید به برنامه ورزشگاه. تشکر. به نام خدا. فرید مبارد هستم، عضو ملی ورزشگاه رزمی سبک می، همچنان قهرمان آسیا و عضو سازمان PFC و همچنان NFC. تشکر از اینکه به برنامه اومدید. تشکر از شما که مرا دعوت کردید. میشه که در آغاز بگوین که از کجا آمدین، در برنامه ما اشتراک کردین؟ ما کمک معلومات در رابطه با خودتان دارم که از تمرینتان در ولایت بغلان هستین. میشه که بگوین که چگونه است اوضاع ورزش در ولایت بغلان، که همچنان مردم ما بفهمن و اگر کسایی که از کمیته ملی المپیک بیننده برنامه ما هستن از مشکلاتتان آگاه شوند. تشکر. ما از ولایت بغلان هستم، همونجا ورزش میره پیش میبرم. مدت 6 سال میشه ورزش میکنم از ولایت بغلان. مشکلات های زیاد داریم در ولایت بغلان، امکانات قنا داریم که ما ورزش خود پیش ببریم. مقصد میکنیم دیگه، تمرین خود چند کلاپ تمرین میکنیم، امکانات بالا نداریم به مثل ورزشگاه کابل که امکانات بالا دارن. باید چگونه یک فضا باشه که بهترین و شما بهتر ورزش بکنین؟ چگونه یک فضا باشه، چگونه یک سالون باشه که شما بتونین خوب ورزش کنین و راحت ورزش کنین؟ تشکر. بهترین سالون ها باشه برای ما، بهترین استادا باشه در این ورزش. از اف ورزش گرفته شده در بطبای سر استادا باشه برای ما. نگه استادا نیست در وجه ما، استادا داریم به مثل استادای خارجانی خارج واری نیست که استادای تقلیه باشه. خوب است، مقصد استادا است دیگه.
مقصد میشه یک چیز دیگه پیش. ورزش ام ام ای برگرفته از چندین ورزش است که تعریفشان به خیال میکس مارشال آرت. بله، میکس مارشال آرت یا ورزش رزمی. ورزش رزمی که برگرفته از چندین ورزش است، به نظرم بهتر یگانه ورزشی که در ورزش ام ام ای زیاد رول داره یکی پهلوانی است. بله. یکی هم بوکس. بله. دوستای ما میگفتن که در ورزش ام ام ای مشت خوب است. یکی میگفت پهلوانی خوب است، یکی میگفت که جیدو خوب است، یکی میگفت جیدستو خوب است. اما ما که دایی ورزش داخل شدیم، ورزش دیدم دایی ورزش باید از همه ورزش آگاهی داشته باشی. اگر دایی ورزش تنها مجدان باشی، حتما پهلوان، اگر عرفت پهلوان باشه تر چپا میگنه. دایی اگر میکس باشی، اکل ورزش ها را تمرین کنی، میتونی اگر کار خوب باشی و نتیجه خوب میگیره مسابقه. یک چیزی که بر من خیلی گنگ است فرید جانی است که من نیافتم که بنیانگذار ورزش ام ام ای در افغانستان کی است. آقای اوتک میگه من هستم بنیانگذاری ورزش و آقای مبارز میگه من هستم. خودت میشه بگوی که اخلاصانه بگو که بنیانگذاری ورزش در افغانستان کی است. بله، یک مطلع است سابق داریم میگه کشب شیراز بگو. از سال 2008 به ایسو که یاد ماست من پیش استاد مبارز در بغلان تمرین میکردم، وقت خودشان کلا پهلوانی داشتن از اول، از سال 2004 2005 از وقت یا پهلوان بودن از اول. باز پسان این ورزش میره گفته خودشان که ورزش میره از کدام تلویزیون از کدام چینل دیده بودن، امیر خوش کرده بودن، باز امیر سر و سر افغانستان چلین داده بودن که ما مسابقه میکنیم در این رشته. با کمیته المپیک باز معرفی کرده بودن و هم کمک قبول کرده بودن، گفته ما میایم گپ میزنیم. باز دوبار اول در سال 2007 در زوم نقندوز مسابقه گرفته شد که خودم شاهدش هستم و خورد بودم دیگه، نو شروع کرده بودم، مخ امکانات نبود مسابقه کنم. باز دوبار اول دوجا مسابقه را برگزار کردن که آقای بازمد مبارز و برادر دین محمد جرات و تانستان مقام اول بگیرن دیگه. بعد از امو امو بنیانگذارش فعلا به نظر ما بازمد مبارز، چرا که با امو بنیانگذاری کردن، امو را معرفی کردن در افغانستان که این یک ورزش است، ما سراسر ورزشکارای افغانستان چلی میتیم دینی رشته. هیچ کس نام میره یا مکس ماشالله تا نمیفهمید که میمی چی است و مکس ماشالله چی است. ما نمیگیم که استازم است، ما پشتی استازم بگیریم، چیزی که میگه است اقا میگم. باز بعد از او هر کس شیست که مای رئیس هستم که دیاست بنامه که فدراسیون ام ام ای در کمیتی ملی المپیک است. بله است، بنامه یک سب سفت است. یک سب سفت است بخاطر که ام ام ای خودش سازمان است. بله، مسابقاتش هم که برگزار میشه از طرف سازمان ها برگزار بله، میشه. بله. سازمان افغانستان به نام چی یاد میشه؟ سازمان افغانستان به نام افغان ام ام ای هم است که رئیسش استاد بازمد مبارز است و سازمان ای اف سی هم است که فعلا در کابل استارده خوب دارن. چند بار این بار پنجم است که بار پنجمش است که مسابقه را برگزار کرد به طور فنی و مسلکیش. فرید جان میشه که آل ازی بگوین که ورزش همه در بین جوانای ولایت بغلان چگونه است؟ آیا علاقمندی زیاد دارن؟ بخاطر کن در معمولا در اطراف پهلوان زیاد می باشه. بله. شاید علاقمند زیاد داشته باشه ورزش همه. بله، آلی در بوجه کلاپا زیاد است، کلاپا پهلوانی است، البته مشت است، کیک بوکس است، مویتای است، کلاپا زیاد است. اما کلش از امیر شتا ایلا کردن آمدن در رشته همه کلاپ مرکزی میکاران مبارز از ولایت بغلان با رهبری ساز میراغا و سوراب که رهبری میکنن. فعلا استاد مبارز استاد بازمت پشمانه در کابل هستن دیگه. جوان های زیاد میان اونجا سفتنام میکنن دیگه، دستاورد خوب دارن در بغلان. خب خودتان در ولایت بغلان زندگی میکنین، میشه بگین که چند سال میشه که رو به ورزش آوردی؟ ما خواه سال 2005 ورزش میکنم، البته قبل از ورزش امیمی ورزش جمناستیک میکنم. دو سال ورزش جمناستیک پیش بردیم و یک سال هم ورزش پهلوانی را، پهلوان چپانه که بی خوش میمد پهلوانی. یک سه سال از او میشه، باز بعد از او سال 2008 به ایسو ورش میل پیش میبین. دوست عزیز، تصویر از جریان تمرینات مبارز آماده ساختیم با هم یک جای میریم. البته فراموش نکنید که بعد از تصویر جریان تمرینات در رابطه با دستاوردهشان و آمادگی های پیش روی دارن از نوع همچنان از پیشتانه بسیم. اما فعلا تصویر از جریان تمریناتشان آماده است، با هم یک جا میبینیم. Oh,
دوباره خوش آمدید. شما بیننده برنامه بارزگاه شبکه جهانی آرزو هستین. آقای مبارز، میشه که بگوین نام خدا خیلی حرکات مقبول میرفتین. ما یک چیز نفهمیدم که در ورزش ام ام ای کدام حرکات فاول پند داشته میشه که بر بیننده عزیز ما بگوین. در این رشته فاول زیاد داره، مثالش در میدان که مدرای وقت میدان مبارزه مدرای فاول از دان دست نمی پارتی، در چشم دست نمی پارتی، در بینی دست نمی پارتی و در بایزاق نداری که با گنده یا با مشت لغت بزنی. اینی فاولش هست. حرکت که بیشترین امتیاز داره کدام حرکت است؟ امتیاز خود زیاد نکاوتی داره که نکاوت بکنی حریفه تیز کده میتونی که امتیاز خوب بگیری و سابمیشن میشه که تیز سابمیشن بگیری. این دو امتیاز بسیار لول مهمه داره در ورزش ام ام ای. شکر دوستای زمان را که در قبل از تصاویر جریان تبینات چند گفتم در رابطه با دستاوردشان صحبت میکنیم. دو دانه کارت است که البته کارت از پی اف سی و ای اف سی. سازمان پی اف سی از سازمان پاکستان است که بیت سازمان پاکستان دارم. ای اف سی که است سازمان ای اف سی است که افغانستان است. بیت سازمان ای اف سی را دارم. اینجا مدالای خارجی هم است، داخلی هم است. البته اول میخوایم داخلی را نشان بدم به خاطر که مسابقات داخلی را انجام داده به اونجا رسیدین. میشه که در رابطه مدالاتون صحبت بکنید؟ این مدال نقره را میبینی؟ این همی مدال ها میگین؟ یه سال 2012 در رشته کامبکس هم بود که در تیم ملی اولین بار مسابقه کردم که با شکست دادن شاه شریف هم حیث مقام دوم گرفتم که سر اولی دومی با برادر استازم برابر شد و بر شیلو کردم من دوم شدم اول. خب یک ورزش؟ بله کامبکس هم بود؟ کامبکس هم بود. این مدال تان؟ این مدال سال 2013 بود که در اولین بار در رشته ام‌ام‌ای مسابقه کردم کاریف مبارکت نارن نکاوت کردم مداد دادن بر با تعرف تخوری. ای دو ورزش بله. باش ما ببینم که چند ورزش شما کار کردن که فعلا نمی میکنین. ای راس کشور پاکستان برگشته بودم این مدال رئیس عدلی ولایت بغلان به طور تحفه بر ما تقدیم کرد. ام ام ای بله. و ای مدال تان؟ ای مدال استاد عطا وقتی که دادوش رفته بودیم ولایت مزار شریف ای را به طور تحفه بر ما تقدیم کرد. چهار ورزش بله. و این مدال؟ این مدال هم وقتی که ما دوش میکردیم برادرم اول شد ما دوم با او کپ دادن باز ما دوم شدم برای ما این مدال نقره را دادن. خودت کلان است یا برادرت؟ برادرم هم که در خورد است. خورد است ایتره پیش کرد؟ همه که در وزن زیاد بیدر شمدار است همه کرد. و اینی مدال هم مدالش گرنگ است، نوشته است پنجاب فیستیوال 2000 چند است 2014. میشه که در رابطه به این مدالتان صحبت بکنیم؟ اولین بار مسابقه در کشور پاکستان داشتم که عارف ما بارکت سامیشان شکایت دادم باز این مدال طلا را پتر تو فرام تقدیم کردم. خب شما دعوت شده بودین پاکستان، اما تر که ما گفتم ایساز کسی که ورزش ام ام ای میکنه چون ورزش ام ام ای سازمان است. بله. دعوتنامه می یا بله چلنج بله. می بر شما چلنج آمده بود؟ دعوتنامه آمده بود، بهترین فایترهای پاکستان انتخاب کرده بود و ما توانستیم با رهبری استاد بازمت مبارز بهترین فایترهای افغانستان در مقابلشان بردیم. خودم هم در سازمان اشتراک کردم با حریف استاد پالونی سمیشان بود که تانستمش با حرکت سمیشان شکست بتونش. این تقدیرنامه را از طرف کمیته ملی المپیک ریاست المپیک ولایت بغلان برتون داده؟ بله داود ما را دعوت کرده بودن در تربیت بدنی بود که و این سپاسنامه هم از طرف جنرال نفهمیدم که الهاج دکتر خیرالدین است. بله. از ام ام ای گرفتین؟ بله. و این تقدیرنامه از ولایت بغلان از دوش است. دوش است. خب بله. امو تا مزار گفتین دوش کردین. بله. در چند سال رسیدین تا مزار؟ در دو شب دور از راه کردیم. خب و ایم دو تقدیرنامه زیاد است. ای تحسین نامه است که گرفتین از طرف المپیک و ای از طرف شاروالی بغلان است یا از کابل؟ از طرف رئیس عدلیه است. خب رئیس عدلیه است. رئیس عدلی به ولایت بغلان؟ بله. خب و اینی هم از طرف کی است؟ کرام الدین کریم؟ بله از طرف تربیت بدنی. بله بر ما. و اینی هم از بخیل مسابقات پاکستان؟ بله از طرف مسابقات. این مسابقات که رفته بودیم؟ بله بله اموجا تقدیر همون اموجا بر ما تقدیر. اینجا یک دانه تندیس هم است میخوایم بر تانشان بکنم. میشه که در تبا تندیستان صحبت بکنیم؟ تندیست در اون مسابقه که ما اشتراک کردیم بیش از 15,000 نفر بیننده داشت و همزمان از چند چینل های پاکستان هم لایف مسابقه ما پخش بشد و در اوجه خود بچه نواب شریف که حمزه شریف نام داشت و خودش در مسابقه را سپانسر کرده بود و در اون تالار شتگی بود و هر کس که بهترین فایت میکردن بازی وار در اون برش
تقدیم میکرد. بازی وردم برام تقدیم. نام خدا. من برتون تبریک میگم. خب در رابطه با مسابقات پیشرویتون بگین که کدام مسابقات پیشرو دارین، چی آمادگی ها گرفتین؟ مسابقات پیشروی داریم، زیاد از مسابقه. انقریب بخیر یک مسابقه با پاکستانی ها داریم که انقریب بخیر یک ماه پس و بعدا با کشور تاجیکستان میریم که با ورشکارای تاجیکی بخیر مسابقه داریم. با امید از اینکه باز هم همین رقم مدال بیارین و بیرق افغانستان همیشه بلند داشته باشه. تشکر زنده باشه. تشکر از اینکه به برنامه اومدین. به عنوان آخرین سوال، خواستتان، پیامتان از کمیته ملی المپیک؟ خواست ما دولتی است که این ورشکارایی که زحمت میکشن افتخار آفرین میباشن، همواره نمانند که خوار و بیچاره شوند. اگر ما پیسه تا رو پول و پیسه نداریم که ما مسابقه بریم اشتراک بکنیم، اما قبول کنن که ما در مسابقه اشتراک کرده بتونیم. ما که روز به روز رشد کرده میریم، روز به روز پس مانده نمیریم. امکانات نداریم، امکانات هیچ المپیک در ما امکانات نمیده، چرا که ما ولایت ما کابل نیست، ولایت ما بغلان است، هیچ مورد در ردیف نمیگیره. اما قوم که میکنه استاد ما باز اومد مبارز میکنه که اگه سو میزنه ما دیگه مسابقه روان میکنه. دیگه از دولت، از کمیته ملی المپیک هیچ کدام تاله تشویق چیز نشدیم. ما به امید روزی که به مشکلاتتون رسیدگی شد و بتانین که مسابقات بیرون مرزی برین. تشکر، زنده باشین. بازم سپاس. سپاس شما. دوستای عزیزی بود داشته های هفته از برنامه ورزشگاه که خدمت شما یک و یک تقدیم کردیم. در رابطه با همین ورزش صحنه‌های خیلی جالب از فیلم آمده ساختیم، با هم یک جایی می‌بینیم. منتظر انتقاد پیشنهادتان در صفحه فیسبوک برنامه همچنان هستیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار شما.